ندارم یه تشکر ویژه از سازمان لیگ میکنم، واقعا کارش خوب. ما زمان قدیم هفته به هفته میگفتن بازیامون، اصلا معلوم نبود کی بازی داریم، کی قرار انجام بشه بازی که تموم میشه من یادمه که تازه که 2 روز بعد یادم که بازی بعدی کیه بازی بعد کیه. بله دیگه در نوع خودشون شاهکار بودن. من جا داره که پیشاپیش عذرخواهی بکنم چون بازم ساعت 18:30 اخبار پخش خواهد شد از جام جم 2، اما از جام جم 3 شما عزیزان میتونید که ادامه فوتبال رو ببینید. 15 دقیقه اون موقع بازی رو متاسفانه جام جم 2 پخش نخواهد کرد. من بازم عذرخواهی میکنم، میرم سراغ نیمه دوم بازی با گزارش همکار خوب آقای سیانک. تیمی اما مطمئنا در ادامه مسابقه هم یاوری هم دنیسلی تعویضهایی رو انجام خواهند داد برای تیم زردپوش فجر سپاسی شیراز. نیمه اول سیروس سنگچولی در دروازه بود، امید خلیلی، علیرضا جلیلی، عباس کاظمیان، سعید قزلگچلی، مهدی رجب‌زاده، مهرداد کریمیان، رضا حقیقی، ایوب کلانتری، یونس جاکری و محمد مهدی نظری بازیکن تیم فجر رو تشکیل دادن. اما 11 بازیکن تیم پرسپولیس، محمد حسین هوشیار، علیرضا نورمحمدی، حسین بادمکی، مشتبه شیری، امیر حسین فشنگچی، محمد نوری، مازیار زاره، ابراهیم شکوری، مهدی مهدوی، کیا ایمون زاید و حمید رضا علی اسکری بازیکنهای تیم پرسپولیس رو با مربیگری مصطفی دنیزلی تشکیل میدن. ایمون زاید به دنبال توپ روی ارسال مازیار زاره، از اون سمت امیر حسین فشنگچی حرکت کرد، این سمت ایمون زاید به دنبال توپ هست، پاس اشتباه، تو به مهدوی کیا میرسه، بادامکی خوب حرکت میکنه، یه لحظه هم تعدادشو به هم میزنن، بادامکی توپ لو میده، رضا حقیقی نیمه اولم خوب بازی کرد، یه پاس برای نظری، حمید علی اسکر کار رو برای خودش سخت میکنه، حالا برای نور محمدی، زودتر از اینها باید تصمیم میگرفت حمید رضا علی اسکر، روی پاس او بود که محمد نوری از راه رسید و از پشت محوطه جریمه با یک شوت زمینی دروازه تیم فجر رو باز کرد. نظری برمیگرده ضربه‌ش رو میزنه، عالی هم میزنه، در یک غافلگیری چیزی نمونده بود در 47مین دقیقه مسابقه نتیجه 1-1 بشه. نگاه هوشیار به مدافعینی که اجازه دادن نظری از این فاصله ضربه‌ش رو بزنه و توپ اختلاف کمی از بالای دروازه به بیرون رفت. آه و افسوس برای محمد مهدی نظری. هوشیار، ایوب کلانتری، اشتباه بادامکی باعث میشه تو به فجری ها برسه. علیرضا جلیلی کسب 3 امتیاز در این مسابقه باعث میشه که پرسپولیس 36 امتیازی بشه و یک پله صعود داشته باشه و جای فولاد رو بگیره. علی کریمی و غلامرضا رضایی در حال گرم کردن هستن. شکوری سانترش در محوطه جریمه، ایمون زاید این بارم کنترلش خوب نیست، برخلاف هفته گذشته که هرچی توپ گیرش اومد موقعیت خلق شد و گل زد، این بار تا این لحظه در گلزنی موفق نبوده ایمون زاید. طی 4 فصل در سال 2002 تا 2006 برای برای واندرز بازی کرد، در 106 بازی 54 گل رو برای اون تیم به ثمر رسوند. سابقه آقای گلی ایرلند هم داره، اما بدون شک خاطره جالب از خودش به جا گذاشت در دربی فوتبال ایران. فشنگچی، پرسپولیسیا 17 اسفند ماه در لیگ قهرمانان باشگاه آسیا باید در عربستان با تیم الهلال عربستان بازی بکنن در گروه 4 رقابت ها. شکوری با یکی از مدافعین میانی تیمش نور محمدی که او هم با هوشیار کار میکنه. خلیلی ضربه سر اول رو میزنه، مهدوی کیا آفساید نیست، ایمون زاید با توپ پشت سرش برخورد میکنه. ایمون زاید در محاسباتش اشتباه کرد، ایمون زاید خودش هم
تو این صحنه متوجه اشتباهش میشه. از کنار دروازه سیروس سنگچولی آغاز کننده بازی خواهد بود. دروازه‌بانی که تا اینجا کار یک بار دروازش باز شده، مصطفی دنیزلی، به عنوان بازیکن در تیم گالاتاسرای ته یک فصل در سالهای ته فصل 1983-84 15 بازی رو برای گالاتاسرای انجام داد و 3 گل رو هم برای اون تیم به ثمر رسوند. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم بیشترین حضورش به عنوان بازیکن به سالهای بسیار دور برمیگرده، در تیم آلتای و محمود یاوری که یکی از پیشکسوت‌های ارزنده و دوست داشتنی فوتبال کشورمون هست. تحولی هم در تیم فجر به وجود آورده، اما خب کار در دور برگشت رقابت‌ها نه فقط برای فجر، برای سایر تیم‌هایی که خطر سقوط به دسته پایین‌تر اون رو تهدید می‌کنه فوق‌العاده سخت و امتیاز گرفتن مثل بازی‌های رفت خیلی راحت نخواهد بود. خلیلی اشتباه می‌کنه در دفع توپ و پرتاب با ابراهیم شکوری هست. نوری برای ایمون زاید، هنوز به اون شکل خوب نتونستن ایمون زاید رو تغذیه بکنن در این مسابقه. یونس شاکری دست کم گرفتن فجر تبعات سنگین رو به همراه خواهد داشت توسط بازیکنان پرسپولیس. حقیقی وارد محوطه جریمه میشه، بدون خطا توپشون میگیرن. علی اسگر مرکز زمین، ایمون زاید تک و تنها رو میبینه، او هم برای شکوری. نوری امیر حسین فشنگچی در حال حرکت، مقابلش امید خلیلی. فجری ها در دفع توپ موفق هستند. محمود یاوری در ادامه میتونه با تعویض هایی که خواهد داشت روند بازی تیمش رو تغییر بده. بازیکنان مثل سید محمد رضا حسینی، محمد رضا پور محمد و هادی ایمانی تعویض های احتمالی فجر سپاسی شیراز خواهند. توپ ارسالی به حمید علی اسگر میرسه. حضور خود حمید علی اسگر باعث شد که توپ بهش برخورد بکنه. نوری، زاره، فرار مهدوی کیا. بادامکی. حالا مهدوی کیا رو راه میندازند. مهدوی کیا که در این بازی ها ما رو یاد روزهای اوجش داره میندازه. توپ از دست میره. حقیقی برای هافکای سمت راست. رجب‌زاده. مهداد کریمیان. حقیقی. ایوب کلانتری. کریمیان در موقعیت شوت زنی خودش رو میبینه، مردد میمونه که چه تصمیمی بگیره و یه شوت عالی و حالا دست کم گرفتن حریف این تبعات رو به همراه داره. نتیجه 1-1 میشه. پرسپولیس 1 فجر سپاسی 1. خیلی راحت در موقعیت گلزنی خودش رو دید و از این فاصله با این ضربه تماشایی هوشیار رو مغلوب خودش کرد. سر توپش هم خوب بود. کنج دروازه قرار گرفت. حالا همه چیز از نو آغاز میشه. با این تفاوت که هر تیم یه گل زده و 35 دقیقه فقط از زمان بازی باقی مونده. امیدواریم با این گل روند بازی بهبود پیدا بکنه و بازی بهتری از دو تیم شاهد باشیم.
حالا تماشاگر پرسپولیس که آروم باشتن بازی رو نگاه میکردن تیمشون رو تشویق میکنن تا با روی مضاعف دوباره بتونن روند بازی رو تغییر بدن. اثر مختصر ایمون زاید، توپ به سنگچولی میرسه. سنگچولی حمید علی عسکر به توپ میرسه. رجب زاده حالا یه بار دیگه فرصت و گل دوم، گل دوم در یه غافلگیری. حالا تیمای ما باید متوجه بشن که فوتبال قانون نانوشته ای داره و دست کم گرفتن حریف این تبعات رو به همراه داره. در فاصله دو دقیقه، کمتر از دو دقیقه، رجب زاده هشتمین گل خودش رو هم در این فصل هم هشتمین گلش رو در تیمایی که حضور داشته به پرسپولیس میزنه. یه گل زیبا هم میزنه. پرسپولیس 1 فجر سپاسی 2. دو گل زیبا از شوت زنای فجر سپاسی که مهدی رجب زاده حالا نشون میده در گلزنی به استقرار پرسپولیس تبحر داره. از زوایای مختلف در حرکت آهسته زیبایی گل مهدی رجب زاده رو با هم میبینیم. حالا مصطفی دنیزلی باید به فکر چاره باشه. به نظر پرسپولیسیا به مذاقشون خوش اومده که عقب بیفتن و روند بازی رو دوباره بخوان تغییر بدن. ببینیم این بار آیا اون اتفاق رو خواهد داد یا نه. مهدوی کیا در یک رفت و برگشت سانتش اصلا خوب نیست و توپ به بیرون میره. حالا سیروس سنگچولی هم که هیچ برخوردی باشه اتفاق نیفتاد میخواد یه جوری روند بازی رو به تأخیر بندازه. میثاق معمارزاده و همراه علی کریمی حالا در حال گرم کردن هستند. شاید از عمل کرده هوشیار حالا راضی نیست مصطفی دنیزلی که داره دروازه‌بان ذخیره خودش رو آماده میکنه. روند بازی کلن تغییر کرد در نیمه دوم در این لحظات و این تماشاگرهایی که حالا آروم ولی بعید هستش که تا دقیقه 90 ورزشگاه رو ترک بکنن، منتظر خواهند نشست. غلامرضا رضایی هم در حال آماده کردن خودش هست. بهترین برد فجر، برد 2-0 مقابل نفت آبادان بود در شیراز و بدترین باختشون باخت 2-0 به ملوان در انزلی. بهترین برد پرسپولیس در همین ورزشگاه مقابل شاهین بود 4-1 و بدترین باختشون هم 4-2 مقابل صنعت نفت آبادان. کار دنبال میشه با ضربه سنگچولی. رجب زاده، نظری، حالا روحیه گرفتن بازیکن‌های فجر در دقیقه 60 بازی. حقیقی، رجب زاده، رجب زاده نقش خودش رو به خوبی داره ایفا میکنه در این لحظات. کاظمیان، یه اشتباه میده کار دسته پرسپولیسی ها بده، پاس رو به عقب حساب میشه. این حرکت حمید علی عسکر با تصمیم آقای سعید بخشی‌زاده که سخت گیرانه این خطا رو اعلام میکنه به سود فجر سپاسی شیراز و حالا شاید
یه نتیجه عجیب و غریب دیگه در فوتبال ما در هفته 25 این بار رقم بخوره. دیروز سایپا دهه 2-0 استقلال جلو بود، دو گل خورد و چیزی نمونده بود که بازی رو ببازه. این بار برعکس برای پرسپولیس اون اتفاق داره رخ میده. داور این رو پاس رو به عقب حساب کرد، واگذار میکنیم این رو به تایید یا رد این رو با نظر کارشناسای داوری. اما هر چیزی که هست، موقعیت خوبی است برای گل سوم. دوبار از فاصله خیلی دورتر از اینها هافبک‌های فجر دروازه پرسپولیس رو باز کردند. زاویه بسیار مناسبی است. ولی به نظر می‌رسه که تصمیم آقای بخشی‌زاده خیلی خیلی سختگیرانه بوده، اگر نگیم اشتباه کاملا مشخص میکنه فاصله خط دفاعی رو تا توپ. لحظه سختی است برای پرسپولیسی ها. حالا تصمیم گیرندنم یه مقدار سخته برای ضربه زدن، اما ضربه زده میشد با دخالت بازیکنای پرسپولیس توپ رای کورنر میشه. رجب زاده حقیقی ایوب کلانتری در بازی رفت و برگشت روی شوتای از راه دور تا اینجا کار تونستن فجری ها دروازه پرسپولیس رو باز بکنن. خب هم علی کریمی هم غلامرضا رضایی در حال آماده کردن خودشون هستند. پرتاب به سود فجر سپاسی، جواد کاظمیان هم در حال گرم کردن و ورود به زمین هست. یونس شاکری، نوری و با یک مکس چند ثانیه خطای پرسپولیسی اعلام میشه. اینجا با هم ببینیم، به نظر قبلش خطای نور محمدی اعلام شد. کریمیان زننده گل اول که در ادامه رجب‌زاده کار رو تکمیل کرد و تونستن دو گل رو پی در پی برای فجری‌ها به ثمر برسونن. شکوری، فشنگچی در این لحظات کمتر در جریان بازی رو دیدیم، برای ایمان زاید. هوشیار، بعد شانس هم بود در این مسابقه هوشیار، دو شوت محکم. مهدوی کیا، حالا پر تعداد فجری ها توسط غزلگچلی. کریمیان، فرستلی آفساید، موقعیت برای گل سوم فجر. پر تعداد بازیکن هر دو تیم در محوطه جریمه و هوشیاری که از راه میرسه و با دخالت به موقعش نمیذاره رجب زاده کار رو دشوارتر از این بکنه برای پرسپولیسی ها. یه فرار از سمت راست توسط نظری، این اشاره کافی بود تا کار برای مهاجمین تعقیب کننده سخت بشه و الا رجب زاده به همراه
یونس شاکری کار رو میتونستن تمام بکنند. سوای هر نتیجه انصافاً یکی از بازی‌های زیبای لیگ برتر رو در هفته 25م شاهد هستیم. نوری به هر زحمتی هست نمیذاره تو به کورنر بره. غلام رضا رضایی به جای مهدی مهدوی کیا به میدان میاد. فعلا بادامکی بازوبند کاپیتان رو میبنده تا زمان حضور علی کریمی فرا برسه. خطای حمید علی اسکر. علی کریمی و جواد کاظمیان خودش رو آماده حضور در مسابقه میکنند. داور زمین این ضربه زده بشه تا تعویض ها بعد از این ضربه انجام شه. غلامرضا رضایی تعادلش از دست میده. فرجی آصاب توپ نظری. توپ برگشتی به کلانتری میرسه که اشتباه میکنه کلانتری. بادامکی هم خیلی زود بازوبند و تحویل علی کریمی خواهد داد. جواد کاظمیان به جای حسین بادامکی وارد زمین میشه. ببینیم سومین تعویض چه بازیکنی خواهد بود. امیر حسین فشنگچی یا مازیار زاره. داور خوب در صحنه حضور داره. رجب‌زاده نوری توپش میگیره برای غلامرضا رضایی. سابقه بازی در همین فجر رو داره و شاید فوتبالش رو مدیون تیم فجر هم باشه. غلامرضا رضایی توپ به بیرون رفته بود. اینجا مشخص شد که توپ کاملا بیرون رفته و کمک داور به درستی ضربه از کنار دروازه رو اعلام میکنه. خب ابراهیم شکوری زمین بازی رو ترک کرد. علی کریمی آیا با توجه به مصدومیتی که داره میتونه در این دقایق باقی مونده تقریبا 23 دقیقه بدون احتزامون های تلف شده نتیجه رو تغییر بده به سود سرخ پوشان یا نه؟ رجب‌زاده جلیلی ایوب کلانتری غلامرضا رضایی. اولین توپایی که میگیره خیلی براش خوب نیست و خوبم پاس نمیده. الان آفساید. حمید علی اسکر. نور محمدی. نوری سر میخوره. خطا رو هم انجام داد بر روی بازیکن حریف. دوچار گرفتگی عضله شده. این خوشایند هواداره پرسپولیس نیست. وان زیاد دوندگی داشت رضا حقیقی. در تمام نقاط حضوری موثر داشت این شماره 9. عباس کاظمیان. حمید علی اسکر. به نظر رسید که بزرگی رو انجام داد مصطفی دنیزلی که هر سه تعویضش رو انجام داد. زمان کمی هم باقی نمونده. غلامرضا رضایی تعادلش رو به هم میزنن. خطا به سود سرخپوشان اعلام میشه. علی کریمی برای امیر حسین فشنگچی که حالا یه خط عقب‌تر بازی میکنه تا جواد کاظمیان نقش تهاجمی تری داشته باشه. نوری
مازیار زاره، حمید علی اسکر بعیده که به توپ برسه، سید محمد رضا حسینی، بازیکنی که تا همین چند وقت پیش حتی شاید فکرشو هم نمی‌کرد در باشگاه آزادی مقابل پرسپولیس قرار بگیره، به میدان میاد به جای یونس شاکری. غلامرضا رضایی دور میزنه، غلامرضا رضایی مسیرش عوض میکنه، میتونه موقعیت به وجود بیاره، روی ضربه سر و توی دروازه محمد نوری. غلامرضا رضایی، مصطفی دنیزلی تجربه گرانبهاشو در مربیگری یه بار دیگه نشون میده، با یک تعویض نتیجه رو دوباره برمیگردونه. پرسپولیس 2 فجر سپاسی 2، دقیقه 71 بازی. مرد دو گله این مسابقه، ببینید 3-4 بازیکن جا حضور موثر داشتن تو از ایمان زاید گذشت، اشتباه کردن بازیکن پر تعداد تیم فجر در مهار غلامرضا رضایی، 4-5 تا بازیکن نتونستن این شماره 10 رو مهار بکنند. توپ دقیقا جایی فرستاد که موقعیت هر حال این سمت داره، یه موقعیت دیگه به وجود میاد روی دروازه فجر، در حالی که شما صحنه آیسه گل دوم پرسپولیس رو میبینید. بازی بسیار زیباست، انصافا هر دو تیم دارن خوب و جانانه بازی میکنند. سرمای هوا رو اصلا نمیشه احساس کرد از این بازی گرم و تماشایی. مازیار زاره، ایمان زاید تو بهش نرسید، حقیقی این بازی باز هم میتونه گل داشته باشه. فشنگچی، نوری، علی کریمی، محمد نوری برو با خطا متوقف میکنن، ولی احتمال هتریک کردن محمد نوری هم هست. غلامرضا رضایی، فشنگچی، یه اشتباه از امیر حسین فشنگچی که توپو بد سانت میکنه روی دروازه حریف. تغییر تاکتیک و تعویض های مصطفی دنیزلی فعلا شکست 2-1 رو تبدیل به تساوی 2-2 کرده. آقای بخشی‌زاده حالا میاد به سنگچولی کارت زرد نشون میده به خاطر اتلاف وقت، چیزی که البته مربی دروازه‌بان های تیم ملی هم آقای قاسپار صراحتا اعلام کرده، دروازه‌بان های فوتبال ما کلن زیاد تمارز میکنن که نمونه بارزش شاید در این صحنه است که دیدیم اخطار گرفتن سنگچولی در اتلاف وقت بازی. کریمی بین سه بازیکن، ایمان زاید میرفت صاحب توپ بشه، نظری در آفساید به توپ ضربه میزنه، مشتبه شیری بازیکن شیرازی پرسپولیس فوتبال شیرازی که پتانسیل بالایی داره و میتونه در سطح اول فوتبال کشور با حضور تیمایی مثل همین فجر و برق شیراز که البته واقعا وضعیت نگران کننده ای داره در رقابت های لیگ 1 روزهای خوبی رو داشته باشه. اشتباه حمید علی اسکر، جاش هم خالی است، فجری ها میتونه از همون منطقه ضد امرالی طراحی بکنن. رجب زاده بازی رو به جناح راست میبره، فرار عباس کاظمیان، امیر حسین فشنگچی بدون خطا توپو میگیره، علی کریمی، نوری، مثلث خط میانی سرخ پوشان با نوری، زاره، کریمی، حالا جواد کاظمیان،
انگیزه های زیادی خواهد داشت جواد کاظمیان تا جایگاه ثابتش رو به دست بیاره. نوری، علی کریمی و فرصت عالی که سیروس سنگچولی عکس العمل خوبی رو نشون میده. فوق العاده است این مسابقه در این لحظات. آفرین به بازیکن های هر دو تیم. پاس هنرمندانه محمد نوری و این صحنه فوق العاده زیبا خیلی به بدنش کش داد سیروس سنگچولی روی ضربه سر تماشای علی کریمی که اصلا هم در آفساید قرار نداشت و کامک داور کار رو به درستی ادامه داد. امید است که سیروس سنگچولی مشکلی نداشته باشه و برگرد و تماشاگرای فوتبال ادامه بازی رو با این زیبایی و تراوت تماشا بکنن، اونها رو محروم نکنه سیروس سنگچولی. یه بازی پرگل در هفته 25 رقابت‌های لیگ برتر. محمد نوری هم از او دلجویی می‌کنه. آفرین به هر دو بازیکن. کورنر. امیرحسین فشنگچی، مواج یه فرصت و در ادامه باز همین سیروس سنگچولی است که توپو از این سمت به کورنر میزنه. جواد کاظمیان، حالا عکاسه هم اونجا برای ثبت یکی دیگر از گل‌ها در این مسابقه عجله دارند. جواد کاظمیان سانتر و نوری ضربش رو میزنه و خوبم میزنه، در حالی که یارگیری من تو من باش انجام میشد. توپ با خلاف کمی از بالای دروازه شیرازی به بیرون میره. سنگچولی شاید خودش هم میدونه که این لحظاتی که پشت سر گذاشته، یه طرف این دقایق باقی مونده سخت‌تر خواهد بود تا این لحظه که از زمان بازی گذشته 78مین دقیقه مسابقه. حمید علی اسکر، اشتباه او. ایوب کلانتری، یکی از زیباترین گل‌های دور رفت رو به همین تیم زد در شیراز. رضا حقیقی، رجب زاده. بازی آروم دنبال میشه در مرکز زمین. ایوب کلانتری، جواد کاظمیان، خطا میکنه جواد کاظمیان. اینجا بود که برخورد مختصری انجام شد. کار دنبال میشه. بازیکن فجرم بلند میشه، به بازی بر میگرده. ایوب کلانتری، رضا حقیقی. رجب‌زاده، نور محمدی، دفع اشتباهش. علی کریمی از راه میرسه، حالا میتونه موقعیت رو از سمت راست خلق بکنه. غزل گتلی ریسک نمی کنه. علی کریمی با یک پرتاب خوب غلام رضا رضایی رو میبینه. غلام رضا رضایی کناره زمین، این بار سانترش خوب نیست و توپ به بیرون میره. حالا سیروس سنگچولی هم میخواد یه جورایی نشون بده که روی خوبی داره و مشکلی برای ادامه بازی نداره. ادامه بازی که بیش از 10 دقیقش باقی مونده. مربیگری مصطفی دنیزلی از سال 1985 با دستیاری در گالاتاسرای آغاز کرد. برای دومین بار هستش که به پرسپولیس میاد.
جلیلی. روی سر حمیدعلی اسکر ضربه سر رو فجری ها میزنند. این بار خود حمیدعلی اسکر. خطا. بازیکنای فجر احساس ناراحتی میکنن، نظری جای خودش رو باید به محمد رضا پور محمد بده. تغییر تاکتیک رو اینطور نشون میده محمود یاوری، در تیمای مختلفی کار کرده اما شاید تلخترین خاطرش برمیگرده به فصل گذشته و در تیم عجیب و غریب استیلازین. کلانتری این بار هم میخواد شانسی امتحان بکنه، ضربش رو میزنه، توپ اختلاف زیادی از بالای دروازه حریف به بیرون میره. هوشیار ضربات خوبی رو میزنه. حالا باز هم یکی از بازیکنهای فجر احساس ناراحتی میکنه. بازی در این دقایق زیاد داره متوقف میشه. به نظر خود بازیکن فجر برخورد داشتن به هم. رضا حقیقی اونجا به نظرم ضربه ای رو زد به امید خلیلی. ایمون زاید خیلی مقصر نبود. بازی زیبایی رو از هر دو تیم دیدیم. تساوی 2-2 تیمای پرسپولیس و فجر سپاسی که شاید این نتیجه فجری ها رو راضی تر به شیراز ببره تا پرسپولیسی که به دنبال احیای مجدد خودش هست تا بتونه خودش رو به بالاهای جدول نزدیک بکنه. کاری سخت در ادامه رقابت هایی که برای این تیم باقی مونده. مصطفی دنیزی شاید تمام تمرکزش به جام باشگاه آسیا باشه. حضور موفق در جام باشگاه آسیا. هاپکار ادامه پیدا میکنه با پرتاب عباس کاظمیان. شیری مدافعین فجر صاحب توپ. رجب زاده کریمیان حقیقی ارسال رو تنگ میکنند. کریمیان آفساید. آفساید عباس کاظمیان اعلام میشه. سریعا بر میگرده کار دفاعی رو انجام بده. فشنگچی مجتبی شیری کار منطقی رو انجام میده و بلافاصله توپ به زمین حریف میفرسته. جدال هوایی بازیکنهای هر دو تیم. اینجا خوش شانسی رجب زاده توپو میگیره. حمیدعلی اسکر جا میمونه. برخورد دو کاپیتان با خطای کاپیتان سرخپوشان همراه است. علی کریمی تأخیر در شروع مجدد نشون میده که فجری ها به این نتیجه راضی هستند. به دقیقه 85 رسیدیم. آیا یک 3-2 دیگه در این بازی رقم خواهد خورد یا نه؟ آفساید. آفساید جواد کاظمیان اعلام شد به درستی. باز هم یکی از بازیکن‌های فجر روی زمین افتاده. امیدوار هستیم که واقعا اگر
این افتادن زمین ها جدی است و مصدومیت مشکل خاصی نباشه و بازیکن ها برگردن. حالا خیلی نمیخوام بدبینانه نگاه بکنیم برای اتلاف وقت. خانم علی کریمی یه برخوردی داشت با ایوب کلانتری، خود علی کریمی پرتاب رو میگیره، علی اسکر، جواد کاظمیان یه پا رو ستون میکنه تا خطا بگیره، کریمی، علی اسکر. حالا تمام سرخ پوشان به غیر از مجتبی شیری و هوشیار در زمین فجر حضور دارند. کریمی برای غلام رضا رضایی، نوری، ادامه بازی، خطای هند نیست، ضد حمله برای فجری ها میره به وجود بیاد. حسینی، پور محمد، یه شوت محکم دیگه و توی دروازه ایوب کلانتری، مثل بازی رفت، سه شوت سه گل. هوشیار هیچ کاری رو نمیتونه شوت از راه دور انجام بده و برای بار سوم دروازه پرسپولیس باز میشه و خوشحالی محمود یاوری از عملکرد بازیکنای تیمش. از چه فاصله های هوشیار گل میخوره؟ انصافا فجر سه گل زدن، یکی از یکی زیباتر. از زوایای گوناگون زیبایی گل ایوب کلانتری رو میبینیم که تا همین چند ثانیه پیش احساس ناراحتی میکرد. شیری، یه بیت از فجری ها بخوان این نتیجه رو از دست بدند، مگر اینکه فشار مضاعفی رو پرسپولیس روی دروازه فجر بیارند. حقیقی، حالا دیگه این سم حقیقی هم نیستش که او رو مقصر قلمداد بکنن. فرار حسینی و گولی که رسمر نمیرسه. از این زاویه یه جوری فکر کنیم که توپ در دروازه قرار گرفته، این اشتباه در آفساید گیری. سید محمد رضا حسینی خوب خودش رو میرسونه و توپ با این اختلاف اندک از کنار دروازه هوشیار به بیرون رفت. کریمیان، جلیلی، حمید علی اسکر، کارلوس کیروش هم که در ورزشگاه حضور داشت دیگه آهسته داره ورزشگاه رو ترک میکنه. خودو هم دیگه متقاعد میشه که فوتبال ما مملو از استعداد هست. بازیکنایی که در فجر بازی کردن خیلی ها به دنبال این بودن که شایستگیشون نشون بدن. کریمی، رضایی، ارتباط قطع میشه، نور محمدی، مجتبی شیری، هادی ایمانی تا لحظه دیگه به میدان میاد برای حفظ نتیجه. علی کریمی یه پنالتی میتونه بگیره از بازیکنهای حریف، اونجا نمیزنن ضربه سر زده بشه. نوری، حالا شاید به نتیجه مساوی هم راضی باشن سرخپوشان، ضربه که خود نوری میزنه و توپ در اختیار سیروس سنگچولی قرار میگیره. یه چیزی به انتهای بازی باقی نمونده. زاره، 4 دقیقه زمان تلف شده در نیمه دوم، آخرین شانس های پرسپولیسی ها.
علی کریمی، یه پا دو پای ناموفق علی کریمی. حالا 90 دقیقه تمام میشه، وارد زمانه تلف شده بازی میشیم. نوری مسیرش عوض میکنه برای ایمان زاید. فجری ها هم به پرتاب میدن. باز هم یکی از بازیکنه فجر دچار گرفتگی عضله شده، بلافاصله بر میگرده. حمید علی اسکر، یه سانت، نقطه پنالتی، ادامه بازی و ببینیم تصمیم داور چیست. نقطه کورنر رو نشون میده. اعتراض سیروس سنگچولی که کارت زرد داره، نباید به این اعتراضش ادامه بده. ببینیم اینجا، خب مشخص بود که توپ به سر مدافعین فج برخورد کرده و اعتراض سنگچولی بی مورد هست. این بار از کنار دروازه. لحظات نگران کننده ای را سیروس سنگچولی داره پشت سر میگذاره. 3 دقیقه باید این دروازه رو بسته نگه داره تا یک پیروزی شیرین رو به ثبت برسونه برای فجر سپاسی، که البته فجر سپاسی سابقه زدن 4 گل رو هم در این ورشگاه داره به تیم پرسپولیس. آفساید. یاوری هم از تعویضش منصرف میشه. ایمان زاید، اشتباه نوری و توپی که به بیرون میره. به شکلی ناباورانه محمد نوری موقعیت رو از دست داد. این بار ایمان زاید پایه‌گذار گل شد برای تیمش. شاید نوری میخواست گل قشنگ بزنه، در حالی که اگر تمرکز میکرد این دروازه برای بار سوم باز میشد. موماس با تیر افقی دروازه به بیرون رفت. سنگچولی، حالا شماره 4ش رو تعویض میکنه. یاوری، علیرضا جلیلی جای خودش رو به وحید نعمتی میده. مشتبه شیری، حمید علی اسکر سانت میکنه. بعید است که اشتباه بکنه اونجا سیروس سنگچولی. این گونه ارسال های به گونه است که بعید است دروازه‌بان رو به مشکل بندازه. ارسال های بلند و مستقیم. شروع مجدد با مدافعین پرسپولیس. روی یک ضربه شروع مجدد. هوشیار. علی کریمی، یه سانتر تماشایی در محوطه جریمه. توپ برمیگرده. اشاره میکنه علی کریمی به سمت توپ بیان مهاجمین. یه آفساید دیگه از سید محمد رضا حسینی. کمتر از 30 ثانیه به پایان بازی. محمود یاوری نشون میده در شکست دادن تیمای بزرگ تبحر داره و این اتفاق چیزی نمونده بود که با شوت عالی علی کریمی و این شکست رهایی پیدا بکنه پرسپولیس. جواد کاظمیان، آخرین فرصت ها، علی کریمی یه فریب میده. علی کریمی رو به عقب و تر چه شرایطی دروازه فجر داره تهدید میشه. عجب صحنه ای رقم خورد روی این دروازه. 4 دقیقه زمان تلف شدم پایان میپذیره و خوشحالی بازیکنای فجر، یعنی که فجر 3-2 در ورشگاه آزادی پرسپولیس رو شکست میده در یک بازی فوق العاده زیبا و تماشایی. نمیدونم کنم اتوال آمار رو ارائه، بله آمار رو ارائه میکنن. یه بازی فوق العاده تماشایی که 49% توپ در پرسپولیس بوده، 51% و درصد گردش توپ در 1/3 میانی زمین که احتمالاً ارائه نمیشه و میشه این لحظه، 75% مرکز زمین، 13% بوده پای